تاکاشی کوتوگاوا یه دانشجوی درونگرای بیپول اهل ژاپن بود که مثل خیلی از دانشجوهای دیگه زندگیشو با خوردن ساکی و رامن و دیدن انیمه می‌گذروند، تا اینکه سال 1988 یکی از شبکه‌های ژاپن مستندی نشون میده به اسم مردی که در یک روز 50 میلیون دلار از دست داد. این مستند که در مورد زندگی یکی از مدیرای صندوق‌های سرمایه‌گذاری آمریکایی بود، اون چنان تأثیری روی مغز جوان و فعال تاکاشی کاتگاوا میذاره که سرنوشتش رو برای همیشه عوض میکنه. اینجوری میشه که تصمیم میگیره اسمش رو به احترام اون مدیر آمریکایی به BNF تغییر بده و هدف زندگیش هم میشه اینکه به یک دی تریدر موفق تبدیل بشه. از خوب روزگار انقدر موفق شد که حتی تو خوابم نمیتونست تصور کنه کسی که سرمایه اولیه 16000 دلاریشو تو 8 سال به 160 میلیون دلار رسوند و تو تریدرهای دنیا به خدای ترید ژاپن معروف شد. تو این ویدیو قراره با هم در مورد زندگی این تریدر افسانه‌ای صحبت کنیم و استراتژی و ترفندهای معاملاتیش رو با هم مرور کنیم. امیدوارم که این استراتژی‌ها و ترفندها بهتون کمک کنه که شما هم به یک دی تریدر موفق تبدیل بشید. پس ممنون میشم که برای دیدن ادامه این ویدیو با لایک و سابسکرایب با من همراه باشید. وقتی BNF سال 1988 تصمیم گرفت که دی تریدینگ رو شروع بکنه، به اندازه شما خوششانس نبود. اون زمان یوتیوب یا اینترنتی وجود نداشت که بتونه اصول ترید رو یاد بگیره. تازه از اونجا که دانشجو هم بود، پولی هم تو بساط نداشت که بتونه باهاش ترید بکنه. اما آرزوی تبدیل شدن به یه دی تریدر موفق جوری ذهن BNF رو گرفته بود که به جای اینکه رو نداشته‌هاش تمرکز کنه، فقط رو هدفش تمرکز کرده بود. کلاس‌های کالج و مطالعه بازار و یاد گرفتن اصول پرایس اکشن از یه طرف و کار نیمه وقت تو رستوران از یه طرف دیگه کل تایم BNF رو برای 2 سال آینده پر کرده بود، تا اینکه بعد 2 سال تونست برای شروع تریدش 16000 دلار سرمایه اولیه جمع بکنه. از من بپرسید، میگم همین جای کار میشه اولین درس رو برای تبدیل شدن به یه تریدر موفق برداشت. BNF بعد 2 سال مطالعه مداوم روی فاندامنتال و تکنیکال بازار تازه تصمیم گرفت که پولی که به سختی جمع کرده رو وارد بازار کنه. حالا بعضیا میان شب میخوابن، صبح پا میشن فکر میکنن که یه تریدر شدن. BNF سال 2000 بعد 2 سال مطالعه تصمیم گرفت که دی تریدینگ رو شروع بکنه. اما این اتفاق مصادف شد با بازار خرسی سال 2000 که با ترکیدن حباب دات‌کام همراه شد. کل دنیا بازار نزولی فرسایشی رو تجربه میکرد. BNF هم به محض شروع کارش سرمایه اولیه شروع کرد به کم شدن. اما BNF بیدی نبود که با این بادا بخواد بخزه. 2 سال تجربه و مطالعه و ساخت استراتژی مختلف رو که برای عمش جمع نکرده بود، به جای نامید شدن شروع کرد به ساخت یه استراتژی جدیدتر و بهینه شده. اون میدونست که بازار حالت نزولی داره و اگه میخواد موفق بشه باید یه استراتژی مناسب برای بازار نزولی بسازه. استراتژی که ساخت استراتژی ساده اما قدرتمندی بود. اون میدونست که سنتیمنت یا احساسات بازار نزولی منفی و سرمایه گذارا و تریدرا از ضرر کردن و باخت متنفرن. برای همین حتی احتمال صعود موقت قیمت رو هم کاملا منتفی میدونن. برای همین گاهی برای خلاص شدن از شر دارایی‌هاشون حاضرن اونا رو به قیمت پایین‌تر بفروشن تا فقط از شرش خلاص شن و هر روز منفی خوردنش رو نبینن. اما بی برعکس فکر میکرد. استراتژی که اون انتخاب کرده بود استراتژی کانتراریان تریدینگ یا ترید خلاف جهت بازاره. تو این استراتژی وقتی قیمت یه سهام یا دارایی به خاطر احساسات بازار و فروش بیش از حد زیادی منفی میشه، اون موقع است که تریدر روزانه اون دارایی رو از کف بازار جمع میکنن و بعد از اینکه قیمت یه کم بالا رفت اونو میفروشن. یه نقل قول از BNF هست که میگه وقتی دنبال بازگشت قیمت تو کوتاه مدت میگردین، چیزی که باید روش تمرکز بکنید Moving Average Divergence یا واگرایی قیمت از میانگین متحرک. بی میگه که سال 2001 که دنبال خرید سهام با پتانسیل رشد کوتاه مدت میگشته، سهامی رو انتخاب میکرده که نسبت به Moving Average 25 روزش حدود 25 تا 30 درصد پایینتر معامله بشه. با اینکه با این استراتژی میتونست تو بازار سود بگیره، اما بعد یه مدت مقدار سود و وین ریتش کم شد. برای همین سعی کرد این استراتژی رو بهینه کنه. میدونست که تریدر شدن به این آسونی‌ها نیست، برای همین تمام تمرکزش رو گذاشت رو بررسی دلیل پوزیشنایی که با ضرر بسته میشد. هیچ تریدری بدون بررسی نقاط ضعف استراتژیش نمیتونه به یه تریدر سودده تبدیل بشه. بعد از کلی فسفر سوزوندن به این نتیجه میرسه که بهتر شرکت‌های هر بخش از بورس رو جداگانه تحلیل بکنه. مثلا برای شرکت‌های خدماتی اگه قیمتشون حدود 25 تا 30 درصد پایین‌تر از میانگین متحرک 25 روزه بود پوزیشن میگرفت. اما در مورد شرکت‌های IT و اینترنتی اگه قیمتشون بین 25 تا 45 درصد پایین‌تر بود وارد میشد.
در مورد شرکت های نوظهور و شرکت های در حال رشدم این عدد حدود 28-60% پایین تر از قیمت مووینگ اوریجشون بود. با استفاده از همین استراتژی ها تونست بعد 4 سال از شروع تریدش سبد 16,000 دلاریشو به 1,000,000 دلار برسونه و به آزادی مالی که همیشه دلش میخواست برسه. اما سال 2002 بود که اوضاع دنیا عوض شد. دیگه خبری از بازار نزولی نبود و ورق برگشته بود. دوره گاوا و بازار سعودی بود. تو این شرایط سرمایه گذارا با دومشون گردو میشکنن، اما استراتژی های طلایی BNF دیگه تو این شرایط جواب نمیداد. اون باهوشتر از این حرفا بود که بخواد با روند سعودی بازار بجنگه. میدونست با اینکه تو ظاهر بازار همون بازاره، اما رفتار بازار کاملا عوض شده و نمیشه با همون چشم بهش نگاه کرد. یه استراتژی خوب قرار نیست که تو هر شرایطی و تو آخر دنیا استراتژی سوددهی باشه. برای اینکه بتونه بهترین نتیجه رو از بازار سعودی بگیره، تصمیم میگیره که یه استراتژی جدید برای خودش درست بکنه. اون میدونست که تو بازار سعودی شرکت‌های بزرگ نقش زیادی تو سعود شاخص بورس دارن و یه جورای لیدر بازار حساب میشن. برای همین سعی میکرد شرکت هایی رو پیدا کنه که از صعود بازار جا مونده بودن. بعد این شرکت ها رو میخرید و چند روز یا چند هفته صبر میکرد تا این شرکت ها هم سود خودشون رو ببرن و بعد اونها رو میفروخت. با این تکنیک تونست تا سال 2005 دارایی 1,000,000 دلاریش رو 10,000,000 دلار دیگه هم رشد بده و اونو به 11,000,000 دلار تبدیل کنه. اما سال 2005 یکی از عجیب ترین اتفاقات توی بورس دنیا افتاد و BNF هم نهایت استفاده رو، یا بهتر بگم سوء استفاده رو، از این داستان برد. تو این سال یه شرکتی به اسم جیکام قرار بود که تو بورس ژاپن عرض اولیه بشه. از اونجایی که شرکتایی که عرض اولیه میشن خریدارای زیادی دارن، معمولا بعد از لیست شدن قیمتشون بالا میره. اما این شرکت به محض اینکه لیست شد قیمتش به شدت کم شد. اینقدر این کاهش قیمت شدید بود که حتی خریدارای اولیه هم ترسیده بودن. BNF نمیتونست چیزی رو که میبینه رو باور کنه. یه همچین کاهش قیمتی تو عرض اولیه سابقه نداشته. BNF تحت فشار و استرس زیاد بالاخره به این نتیجه میرسه که خرید این سهم به ریسکی که میتونه داشته باشه میارزه. وقتی یکی از دوستاش ازش میپرسه که چقدر میخواد از این سهم بخره، جوابی بهش میده که فقط میتونه جواب یک نابغه یا احمق به تمام معنا باشه. بیو دوستش علارغم استرس بالای این معامله تصمیم میگیرن که نصف داراییشون رو از این سهم بخرن. اما استرسی که این دو نفر داشتن در مقابل استرسی که مسئول فروش این سهام به خاطر ترس از جونش داشت هیچ بود. به خاطر اشتباه مهلکی که این بشر انجام داده بود، به جای اینکه یک سهم رو به قیمت 650 هزار ین برای فروش بذاره، 650 هزار سهم رو به ازای یک ین لیست کرده بود. با وجود قانون حداکثر بازه قیمتی تعیین شده برای نوسان قیمت سهام، درسته که قیمت این سهام به یک ین نرسید، ولی تو کف قیمتی مجاز معامله شد. BNF با این خرید تونست مالک 49% از سهام شناور شرکت جیکام بشه. این اشتباه به یکی از بزرگترین اشتباهات تاریخ بورس ژاپن تبدیل شد. اما تو قوانین بورس کاملا واضح بیان شده بود که بعد از لیست شدن یک دارایی دیگه هیچ احدی نمیتونه درخواست توقف یا برگشت دادن معاملات رو بده. شرکت جیکام چاره‌ای نداشت. تنها راهی که داشت این بود که رضایت خریداران سهامو جلب کنه و باهاشون به توافق برسه تا بتونه سهامشو پس بگیره. BNF تونست فقط با همین یک معامله 15,000,000 دلار سود به چنگ بیاره که جزو رکوردهای یک دی تریدر حقیقی تو ژاپن. بعد از این اتفاق بود که اسم بی سر زبون‌ها افتاد و تونست ثروت افسانه‌ای برای خودش درست بکنه. ثروتمندا و سرمایه‌دارا از تمام ژاپن می‌خواستن که BNF مدیریت سرمایه‌شون رو به عهده بگیره و پیشنهادهای خیلی خوبی هم بهش میدادن. اما BNF که دیگه نه نیاز مالی داشت و نه دنبال شهرت و قدرت بود، تصمیم میگیره که بدون اینکه شرکتی ثبت کنه یا خیلی شلوغش بکنه، همین جوری از تو اتاق خواب خودش با اون ستاپ صفحه نمایش 6 تایی مخصوص خودش امپراتوری خودش رو بگردونه. این ستاپ 6 تایی صفحه نمایش بعدها به الگوی خیلی از تریدرهای ژاپنی هم تبدیل شد. اگه بخوام خیلی سریع بهتون بگم که تو این 6 تا صفحه نمایشی که BNF ازش استفاده میکرد چیا رو بررسی میکرد، بعد بهتون بگم که مانیتور بالا سمت چپ مخصوص سایت یاهو فایننس ژاپن بود. اما هدف اصلیش از بررسی سایت یاهو فایننس این بود که پرمعامله ترین سهام های ژاپن رو به ترتیب به صورت زنده بررسی بکنه. البته بجز اون حجم ترید و اخبار روزشون رو هم
بررسی میکنه. بعد از بسته شدن بازار سهام ژاپن هم میرفت سراغ اخبار کشور انگلیس و آمریکا و فرانسه. تو مانیتور وسط از ردیف بالا چارت تکنیکال 5 دقیقه سهامای مورد نظرش رو بررسی میکرد. با استفاده از اندیکاتورهای مکدی یا مووینگ اوریج دنبال فرصت‌های مناسب برای ورود و خروج به بازار بود. مانیتور سمت راست از ردیف بالا سایت CME Globex رو نشون میده. این بازار آمریکایی معاملات مشتقات و فیوچرز دارایی مختلفی رو لیست کرده و نشون میده. اما BNF از این سایت برای بررسی 3 تا شاخص مختلف استفاده میکرد. شاخص نیکی یا همون شاخص کل بازار سهام ژاپن و شاخص S&P 500 یا شاخص شرکت‌های حوزه تکنولوژی آمریکا. چون معمولاً بازار سهام ژاپن همبستگی زیادی با بازار سهام آمریکا داره. سومین چیزی که بررسی میکرد قدرت ین ژاپن در مقابل بقیه ارزهای دنیا بود. اگه به هر دلیلی ین ژاپن نسبت به بقیه ارزهای دنیا قدرت بیشتری پیدا میکرد، میتونست نشونه این باشه که احتمالاً سهام شرکت‌های ژاپنی هم رشد میکنه. تو مانیتور پایین سمت چپ سهامی رو بررسی میکنه که به ترتیب تاپ تریدینگ ولیو مرتب شدن. اما تو مانیتور وسطی که مانیتور اصلیش هم هست 50 شرکتی رو بررسی میکنه که اونا رو برای خرید و فروش احتمالی در نظر گرفته. این شرکت ها رو بر اساس موضوعات مختلف انتخاب میکنه. مثلا اگه شرکت های رشد یا کاهش قیمت شدیدی داشتن یا از لحاظ پرایس اکشنی و تحلیل تکنیکال تو شرایط خوبی برای خرید بودن. از این مانیتور برای ثبت سفارش و اوردر گذاری هم استفاده میکرد. از مانیتور پایین سمت راستم برای بررسی بزرگترین شرکت‌ها و لیدرهای هر بخش از بازار سهام استفاده می‌کرد. معمولاً حرکت این لیدرها می‌تونه باعث حرکت شرکت‌های کوچکتر هم بشه. 3 سال بعد با شروع بحران اقتصادی آمریکا، بازارهای مالی دنیا دوباره حالت نزولی به خودشون گرفتن. BNF که تونسته بود تو سیکل نزولی قبلی سود خوبی به دست بیاره، تصمیم گرفت که این بار هم از استراتژی قدیمیش استفاده کنه. بازار سهام ژاپن شرایط ثابتی داشت که برای BNF اصلاً جالب نبود. اون دنبال یه بازار خرسی درست حسابی بود. سال 2008 سهام تقریبا تمام بانک‌های آمریکایی کاهش قیمت داشت، اما بانک‌های لیمن برادرز که یکی از بانک‌های بزرگ و معروف آمریکایی هم حساب می‌شد، قیمت سهامش به شدت خیلی بیشتری افت کرد. جوری که انگار به BNF چشمک می‌زد که بیا منو بخر و یه سود توپل از این معامله ببر. طبق استراتژی BNF این سهام تو این قیمت پایین به شدت ارزش خرید داشت. اینجوری شد که BNF 6.5 میلیون دلار از سهام این بانک رو تو قیمت خیلی پایین‌تر از میانگین متحرک به سبدش اضافه می‌کنه. این ماجرا چند روزی طول می‌کشه و با وخیم شدن اوضاع بانک‌ها، دولت آمریکا برای جلوگیری از مشکلات بیشتر، جلوی ورشکست شدن بعضی از این بانک‌ها رو می‌گیره و به نحوی کمکشون می‌کنه. اما شرایط بانک لیمن برادرز انقدر بد بود که هیچ کس برای نجاتش پیشقدم نشد و این بانک کاملا ورشکسته شد و از بازار بورس خارج شد. با اینکه BNF به بازار آمریکا آشنا بود، اما تسلط و اطلاعاتش در مورد بازار آمریکا به پای اطلاعاتش در مورد شرکت‌های ژاپن نمی‌رسید. اونجا بود که تصمیم گرفت دیگه تو بازاری که ازش شناخت کافی نداره ترید نکنه. اما این درس براش 6.5 میلیون دلار خرج برداشت. به مرور بحران آمریکا به کل دنیا سرایت کرد. ژاپن یکی از کشورهایی بود که بدترین ضربه رو از بحران آمریکا خورد و سهام شرکت‌های ژاپنی به شدت سقوط کرد. درست مثل یک کوسه که بوی خون به مشامش می‌خوره، BNF آماده بود که اون طرف معامله سهام‌های ارزون شده شرکت‌های مختلفو از چنگ فروشنده‌ها بیرون بکشه. اما این بار شکارچی خودش تبدیل به شکار شده بود. بازار خرسی سال 2008 از اون چیزی که دفعه پیش باهاش مواجه شده بود خرسی تر بود. قیمت‌ها کاهش بیشتری داشتن و سریع‌تر برمیگشتن و دوباره کاهش قیمت پیدا می‌کردن. BNF می‌دونست برای اینکه دوام بیاره باید یه بار دیگه استراتژیشو بروز کنه. قیمت‌ها هر روز کم می‌شده، جوری که انگار هیچ انتهایی برای این بازار سیاه نبود. اما BNF سفت و سخت به استراتژی بروز شدهش چسبیده بود تا اینکه در نهایت ارزش معاملات بازش به حدود 65 میلیون دلار می‌رسید و سهام 91 شرکت تو سبد سهامش به چشم می‌خورد. بعد از مدت‌ها بازار منفی، بالاخره تو اولین روز هفته و شروع کاری چند تا از لیدرهای بازار کندلای سبز بزرگی درست می‌کنن که مدت‌ها بود تو بازار دیده نشده بود. بعد از مدت‌ها پوزیشن‌های بی از حالت منفی خارج میشه، اما همچنان تصمیم می‌گیره که سهامشو برای یه مدت دیگه هم نگه داره. یه روز مثبت دیگه تو بازار سهام ژاپن کافی بود که بی تمام سبد سهامش رو بفروشه و بتونه 12 میلیون دلار سود به دست بیاره و دوباره بتونه از لقب خودش به عنوان خدای ترید ژاپن دفاع بکنه. ارتش تک نفره BNF همچنان مشغول کشف استراتژی جدید برای بازی پرهیجان بازارهای مالیه. خب امیدوارم که این ویدیو براتون جالب بوده باشه و بتونید نکاتی رو ازش بردارید که تو تریداتون بهتون کمک بکنه.
اگه اینطوری بود ممنون میشم که این ویدیو رو لایک کنید و با دوستانی که فکر میکنید میتونه براشون مفید باشه به اشتراک بذارید. در ضمن یادتون نره که کانال رو سابسکرایب کنید تا ویدیوهای بعدی ما رو از دست ندید. مرسی از اینکه تا اینجا ویدیو با من همراه بودین. تا ویدیو بعدی، خداحافظتون.